یوحنا فصل 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همان طور که هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند، شما نیز نمی‌توانید ثمر بیاورید مگر آن که در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می‌آورد، چون شما نمی‌توانید جدا از من کار انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افگنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می اندازند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچی می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همان طور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همان طور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و خوشی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همان طور که من شما را دوست داشتم. محبت بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چی می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش باشید، ثمری که دائمی باشد، تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر دنیا از شما نفرت دارد، بدانید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این دنیا می بودید، دنیا متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این دنیا نیستید و من شما را از دنیا برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا کسی را که مرا فرستاده است نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها گناهی نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من نفرت داشته باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نمی دادم، گناهی نمی داشتند. ولی آنها آن کارها را دیدند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من نفرت دارند تمام می شود. اما وقت پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی
که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.